در نشست که زیر عنوان نقش استاد برهان‌الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح در بیداری اسلام برگزار شده بود، یو گادز یو شاکا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان تامین صلح در کشور را از نیازمندی های مبرم افغانستان دانسته، بر پیگیری آرمان های شهید ربانی توسط پیروان آن تاکید کرد و همچنان از تمام کشورهای اسلامی خواست تا موقفشان را در برابر حملات انتحاری اعلام کنند. شهید استاد برهان‌الدین ربانی آرمان‌های بیشتر را از خود به جا گذاشت که می‌تواند در تامین صلح سودمند باشد، اما راهی او باید تعقیب شود. یکی از آرمان‌های او تامین صلح است که هر جامعه نیازمند آن است و کشورهای اسلامی باید در مورد حملات انتحار که ضربه شدید را بر اساسات دین اسلام نیز وارد کرده موقفشان را اعلام کنند. سفیر ایران در کابل نیز نقش شهید استاد برهان‌الدین ربانی را برای بیداری اسلام سودمند دانسته، ترور وی را ضایع بزرگ برای مردم افغانستان عنوان نمود. و محوریت ملت در زدودن ناملایمات تاریخی در این نیم قرنی که گذشت. دوم، نقش و اندیشه استاد شهید در کنار بقیه بزرگان جهان اسلام در بیداری اسلامی که امروزه در جامعه کشورهای اسلامی مطرح است. میان استاد تقید، استاد برهان‌الدین ربانی شهید رحمت الله علیه و سید جمال الدین افغانی در عصر ما یکانه بازمانده تعالیم سید استاد بقیه بود. استاد برهان‌الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح سال جاری در نتیجه حمله انتحاری در منزلش توسط فرد پاکستانی که خود را پیام‌آور صلح معرفی کرده بود به شهادت رسید.